قرار است دادگاه ویژه ریاض 9 دسامبر جلسه تجدید نظر مرتجا قریریس کم ترین زندانی این کشور را برگزار کند به گزارش شیعه و از از جزیره پیش از این دادگاه کیفری بدون حضور او در دادگاه و یا حضور وکیل ماه می 2019 حکم تعلیقی 8 سال و 4 سال را برای این نوجوان صادر کرده بود در حالی که مقامات حکومت عربستان غیر ریس را به مرگ متهم کرده بودند اما با فشار جوامع بین‌المللی از حکم اعدام وی صرف نظر کرده و او را به چند سال حبس محکوم کردند مقامات عربستانی پیش از این مرتجا قریریس را از زندان کودکان به زندان بدنام و بعد سابقه المباحث در دمام منتقل کرده بودند که این اقدام با محکومیت گسترده حقوق بشر روبرو شد به ویژه اینکه قرار بود طبق وعده های مقامات با فرارسیدن ماه رمضان گذشته وی آزاد شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه شکنجه ها و اقدامات علیه جوانترین زندانی سیاسی تشدید شد و به زندان المباحث که برای افراد بالای 18 سال تعیین شده است انتقال یافت این انتقال در حالی رخ داد که مرتجا بدون هیچ گونه اتهام و یا محاکمه ای حدود 32 ماه را در زندان دارالملاحظه دمام گذرانده بود این نوجوان از 20 سپتامبر 2014 بدون هیچ جرمی بازداشت شد این اتفاق زمانی رخ داد که غیر تنها 13 سال داشت و همراه خانوادهش مشغول پیاده روی, روی پل ملک فهد میان عربستان سعودی و بحرین بود که بازداشت شد بر اساس گزارش های حقوقی مرتجا چندین بار بدون حضور وکیل یا سرپرست قانونی مورد بازجویی قرار گرفته و اتهاماتی از جمله شرکت در تظاهرات و نیز شرکت در مراسم خاکسپاری شهدای معترض به او وارد شده است علاوه بر این او به مدت یک ماه در سلولهای انفرادی به سر برده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است تا وی را مجبور کنند که به اتهامات وارد شده اعتراف کند